سلام، بالاخره اومد، عرضه شد، خوشحالم آقا رضا، اینو بذارم این برم. بالاخره هاگوارتز لگسی عرضه شد، اومدیم تو این ویدیو چیکار کنیم؟ اما اومدیم یک ساعت اولش رو بازی کنیم، از شخصی سازیش گرفته تا یه کلاس و اینطور چیزا. بعد یه ذره در موردش صحبت کنیم و حالا بریم جلو. حالا داستان چیه؟ این لباسا چیه؟ اینا چیه؟ مندریک فانتزی اینا رو برامون فرستاده. بریم اول با فانتزی بیشتر آشنا بشیم. اسپانسر این ویدیو فانتزی هستش. با کلی تجربه تو فروش محصولات هری پاتری از ردا بگین که تنمه تا چوب دستی، تیشرت، شال و کلا، زیورالات، هودی و کلی محصول هری پاتری دیگه که میبینین. این گلونه هم هست. تازه تو فانتزی میتونین تو مراسم گروه بندی هم شرکت کنین که لینکش رو پایین تو دیسکریپشن میذاریم. و اینکه محصولات مخصوص پاتر هد ها تو فانتزیا داره با تخفیف فروخته میشه و اگه وارد سایتشون بشین میتونین با کلیک روی پیشنهادهای فانتزیا با کلی تخفیف هر چی دوست دارین بگیرین. تازه فانتزیا فقط محصولات هری پاتری نمیفروشه و کلی زیورالات و لباس و وسایل مختلف از معروف ترین بازی ها، فیلم ها، سریال ها الان رو سایتشون موجوده. بهشون سر بزنید. خب حتما به سایت فانتزیا سر بزنید. خیلی محصولات مختلفی دارن، اصلا برین تو سایتشون عاشقشون میشین. بریم حالا تو بازی. اول از همه میخوام گرافیک نشون بدم، تنظیمات گرافیکی شد. توی کنسول هم حتی یه سری چیزا داریم دیگه، خودتون میدونید دیگه. فیدلیتی داریم که 30 فریم با حالت 4K اجرا میشه. یه حالتای دیگه هم هستش توش، اگه من نمیرم شما هم دارید شاید بقیه. بعد گم کردم تنظیم. حالت پرفورمنس میاد فریم رو میبره بالا و یه حالت دیگه هم هست، فیدلیتی با ری تریسینگ که اون دیگه خیلی فریم رو میاره پایین. ما اینو نمیخوایم، ما رو حالت پرفورمنس میخوایم بازی کنیم که 60 فریم بهمون میده ویدیومون بالتر بشه. من یه شخصیت خوشگل ساختم، بچه خوشگل اینجا هستش، ولی خب با اون نمیریم. الان از اول میخوایم شروع کنیم. بریم نیو کاراکتر. نامه هاگوارتزمون رسید. داستان چیه؟ داستان توی 1890 میلادی حدوداً میگذره. یه شخصیتی هست که خودمون میسازیم، دقیقاً خودمونیم. اسمش هم میخوام بذارم میسان خلیل‌زاده. خب این شخصیت به دلایلی سال پنجم داره وارد میشه. شخصیت سازش خیلی باحاله. من میخوام یه شخصیت مشابه با اون چیزی که ساختم رو بسازم، ولی خب شما اینجا ببینید دیگه گرافیکش خیلی بالاست. کلا بازی خیلی گرافیک داره داداش. گرافیکش زیاده. چنجر داره. خب شما میتونید خانم و آقا انتخاب کنید، شخصیت مؤنث و مذکر، که اینجا من ایشون رو انتخاب کردم. با تغییرات کمی با همین ایشون رفتم تو بازی. الان هم میخوام همین کار رو کنم. بالاخره رفتم یکم فضولی کردم تو بازی. گرافیکش واقعا خوبه، چهرهاش واقعا خوبه. بعد یکم چهرمون رو میتونیم عوض کنیم. چی بزنم؟ میتونیم دیفالت خودش باحاله، ولی خب یکم من یکی دیگه میخوام انتخاب کنم، اینو مثلا میذارم. بعد رنگ پوست رو میشه تعیین کرد. طبعا همه جور رنگ هست برای حالا افرادی که بخوان رنگ پوست رو متفاوت انتخاب کنن. من یکم اینو میذارم، اینو میذارم. عینک هم میتونیم بزنیم رو صورت، شبیه پروفسورا شد. ولی بدون عینک، بدون عینک. رنگ مو هم میتونید مشخص کنید. تعداد موهاش خیلی زیاده. شبیه ترین مو به موی الان من این وقتی که از خواب بلند میشم. خب ولی اینو میخوام بذارم. بذارین موهای مختلف رو انتخاب کنم. انواع اقسام موها داره. شخص سازیش کلن درسته که مثلا مثل بازی های RPG نمیتونید چشم بالا پایین کنید یا کارهای عجیب غریبی مثل ابعاد چشم رو انجام بدید. یه سری چیزای دیفالت داره، بعد همونا رو انتخاب کنین. ولی خب من الان میخوام مثلا اینم شبیه نیست، این قبل از کوتاه کردن موام بود. نادر بود الان یه چیز عجیب و غریبی میساخت اینجا.
آدم میموند. این مثلا شبیه الان یکم، یا این، یا مثلا این، این مثلا اینم هست. خب اینو بسازم. رنگ ما میشه انتخاب کرد، حالا رنگ های مختلف داره. من مشکی انتخاب میکنم. روی صورت علامت میتونیم بذارین، علامت های مختلف با توجه به علاقه ای که به شخصیت اسکار داشتم، شخصیت منفی اسکار تو شیرشاه، من همیشه یه چشممو این حالت میکنم، یا این حالت مثلا بدستم فرضاً. رو صورت هم میشه حالت های مختلفی رو امتحان کرد که اینجوریه. خودم یه خال کنار چشم دارم، چش چپم، برای ایشونم میذارم اون خالو. کجاست؟ اینجاست. دیگه میتونید رنگ بدید به صورتتون که حالا من بدون رنگ میذارم. اما حالت ابرو و چشم، رنگ چشم همیشه آبی، عقده کودکی. خیلی جزئیات چشمش بالاست، توی بازی هم واقعا متوجهش میشید، مخصوصا به خاطر اینکه حالت های آر پی جی داره، گفتگو محور، هی صورت شخصیتی که میسازین تو چشتونه، باید با دقت بسازینش که رو مختون نره. رنگ ابرو دیفالت خودش خوبه، ولی من حالا ابروهای مختلف داره، حالت بدون ابرو، چسبیده، یکم حالت گرفته، نیمه ناراحت، خوشحال، هرچی. من یکی رو میذارم که دیفالت خودش هم نباشه. صدا میتونین انتخاب کنین. دو تا حالت صدا هست. صدای آقاشو سباستیان کرافت گفته. کیه سباستیان کرافت؟ اگه گیم آف ترونز رو دیده باشین، شخصیت جوونی نید استارک رو ایشون بازی کرده. برای خانومش هم یه خانوم خیلی معروف نیست، امیل گیتینگ اینجور اسمی دارن، خیلی معروف نیستن، ولی خب اون صدای آقاشون معروفه. اگر پرنسس اسپانیا یا دیده باشید، حالا شبکه‌های خارجی هم نشون میدن، حتما اون خانوم رو دیدید تو سریا. صدا رو میتونم کلوف کنم اینجوری. خب نرمال بازی میکنیم. اسم اصلی میسم، میتونم هری بذارم ولی نمیکنم این کارو. میسم و فامیلی خلیلزاده، دیفالت هیچ خلاقیتی توش نمیذارم. خلیل زاده. تصویر مانیتورم میره بعضی وقتا، اگه یهو دیدید صبر کردم به خاطر اینه که نمیدونم چرا میره. ویچو ویزارد هم میتونید انتخاب کنید، که خب طبیعتا من مردم و ویزارد انتخاب میکنم. استارت کنیم. داستان سری هری پاتر از سال 1926 تا 2010 روایت میشد. داستان ایشون هاگوارتس لگسی قبل از اینه، قرن 19 میلادیه، که میشه دقیق ترش سال حدودا 1890 میلادی. پروفسور پیک اومده دنبالمون. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. مسئله عجیبی که هست تو داستان بازی اینه که ما از سال پنجم داریم وارد هاگوارتس میشیم. این اتفاق اصولا نمیفته و چیز عادی نیستش. پروفسور فیگ هم به همین موضوع اشاره میکنه. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers. شوخی‌های انگلیسی همیشه آشنا رو می‌بینیم. When I received your owl, I must say I best not speak here, Eleazar. تا اینا حرف میزنن، دارن در تو رفتن به هاگوارتس و شروع کردن و مسائل عجیبی که اتفاق افتاده دارن صحبت میکنن، اینو بگم که بازی تا الان مشخص شده که دو تا شخصیت منفی داره، یکیشون گابلینه و یکیشون یک جادوگریه.
اینجا احتمالا تستسترال ها آره دیگه. بعد بریم هوا اینجا. هری پاتر باز باشیم، پاتر هد باشیم، میدونین که اون الان داره تستوسترال داره اونو میبره رو هوا، خودش نمیره هوا. این هم احتمالا شخصیت روکوود باشه، همون شخصیت منفیه که حالا باشه احتمالا خیلی سرکار خواهیم داشت. بردن وارنر مثل همیشه کپی رایت کامل هری پاتر دستشه، با استدیو آوالانچ و پورتکی گیمز کار کرده. تا اونجا که گفتن پورتکی گیمز حالا نقش اساسی داشته ساخت، ولی آوالانچ شخصیت هایی خلق کرده تو این بازی که توی کتاب ها اصلا نیستن، با توجه به اینکه 150 سال حدودا 100 خورده ای سال قبل از جریان هری پاتر اتفاق میفته هاگوارتز لگسی. And who is your traveling companion? A new student. میگه که کیه همراه شما؟ میگه دانش آموز جدید. بعد تعجب میکنه، میگه جدید. بعد میگه که من از سال پنجم شروع کردم. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. داره میگه که شوکه، خودشون هم شوکه شدن. تا حالا اینجا اتفاقی نیفتاده. با اینکه سال پنجم داریم وارد میشیم، ولی خب با توجه به استعدادی که شخص اصلی داره، یعنی خودمون داریم، با توجه به شخص استعدادی که خودم دارم، میسم خیلی زود است. یک سری جادوها رو به سرعت میتونیم یاد بگیریم. این از همون اول بازی کاملا مشخصه. به سرعت جادوها رو یاد میگیره. گابلین منفی، شخصیت دوم منفی داستان، رک دراکس. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. جالب، اجدا رو میبینه ولی نمیگه که آقا اجدا دیدم زیر اینجا. Who alerted me to his activities months ago? Miriam. How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. همسر فیک یک آیتمی، یک وسیله ای داده که عجیبه. هشدارهایی رو داده در رابطه با اون گابلینه. موضوعی که الان اتفاق میفته و خیلی جالبه اینه که شخصیت اصلی داستان یک سری چیزها رو میبینه که بقیه نمیبینن و همینم بازی رو خاص میکنه و شخصیت اصلی داستان رو خاص میکنه. میگه این نور چیه؟ این درخشش چیه؟ درخشش رو شخصیت اصلی میبینه ولی هیچ کدوم از پروفسوران نمیبینن. این از همون مثل خود دنیای هری پاتر اینجا هم به مرلین قسم میخورن. اوه پروفسور مرد. با مردن پروفسوره الان ما باید تستسترال ها رو ببینیم. تستسترال ها رو وقتی میبینید تو دنیای هری پاتر که مردن یک شخص رو به چشم ببینید، اون موقع میتونید تستسترال ها رو ببینید، یعنی متوجه تستسترال ها بشید. بازی واقعا گرفت که جالبی داره، من خیلی دوستش دارم. با اکیو پورتکیو میگیره فیک. الان پورتکی ما رو تلپورت میکنه به یک جای دیگه. اول بازی بیرون هاگوارتزیم، بعد حدود مثلا 20 دقیقه هم فکر کنم بتونیم خود هاگوارتز رو نشون بدیم، ولی با توجه به اینکه اول بازی داریم میریم و اسپویل فقط همون به اول بازی مرتبطه، میتونید با خیال راحت نگاه کنید. و
بخش آموزشی که بازی سعی میکنه در کنار صحبت کردن پروفسور فیک، صحبت های پروفسور فیک در ارتباط داستان، یه سری آیتم های دیگه هم به ما یاد بده، کارهای دیگه هم به ما یاد بده، مثلا جون خوب کردن یا پریدن و کارهای عادی که همیشه انجام میدیم، جادو هم میتونیم بزنیم. خب من اینجاش رد میکنم اگه بشه. نمیشه. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. داره کارکرد پورتکی رو توضیح میده پروفسور فیک. در حقیقت داره به ما آموزش هم میده چون دیر اومدیم به هاگوارتس. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. مشخصه قشنگ قرار در کنار دنیای بیرون که الان میبینیمش تو سیاه چاله ها و جای تاریک هاگوارتس و هاگزمید و حتی جنگل ممنوع هم داستان رو پیش ببریم. یاد زندان آزکابان میافتم. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. خب نمیشه این جاش رد کرد. جادو میتونم بزنم؟ نه نمیتونم، فعلا یاد نگرفتن جادو. با کنترین استاد هاگوارز اومدیم داستانی رو داریم میبریم جلو. کنده برو دیگه. A powerful magic wielded by a rare few seems to have been lost to time. فیک داره در رابطه با یک جادوی باستانی صحبت میکنه. این دقیقا همون جادوی باستانی که وارنر و سازنده ها، حالا وارنر نه، سازنده ها در رابطه با بازی گفتن. شخصیت اصلی میتونه قابلیتی داره که این جادو رو کنترل کنه و ببینه و بقیه این قابلیت رو ندارن، امکان رو ندارن. سر، why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. خب بیا دیگه. اولین جادومونو به من نشان بده. از این کارا میخوام کنم. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. ها، استفن میگه ضربه بزن. جادو یاد نداد بهمون. اوه، دیگه شروع شد. جادوش با آردو انجام میده تو پلی استیشن. نگه که میداریم صرفا چوبشو میاره بالا، ولی باید تپ بزنیم، ضربه باید بزنیم. ای کوزه ها رو میتونیم بزنیم. Thank you, sir. یه توضیح هم در رابطه با این بدم که چطوری میتونین گروه بندی کنین. سایت ویزاردینگ ورلد یه تستی داره، تستش هم انگلیسیه. شما میتونین با شرکت کردن، ساختن اکانت، حساب کاربری و شرکت کردن توی کویزش یا همون تستش، صندوق هم هست تو بازی، صندوق ها رو باز کنین، سکه و اینا آیتم برمیداره، گروه بندیتون، گروهتون رو مشخص کنید. این سوالا حالا مثلا چجوریه؟ میگه ماه یا خورشید.
چپ یا راست؟ سوالا به این فرمته. اگر مثلا جغد داشتین، جغدتون دوست داشتین چه رنگی باشه؟ با جواب دادن اینها و با توجه به اون نظارتی که جی‌کی رولینگ داشته، گروه شما مشخص میشه. گروهتون هم میتونه بین 4 تا گروه باشه. ریپیرو ساخت و سازه. برای ساختن محیط و تعمیر محیط میتونه از اسپل ریپیرو استفاده کنه. حالا داستان چیه؟ زمانی که رفتید گروهتون مشخص شد، حیوان مورد علاقتون رو انتخاب کردید و اینها عکس پروفایلتون رو ساختید، میتونید اکانتتون رو به اکانت وارنر برادرزتون وصل کنید. پس بعد یه اکانت وارنر بسازید، بعد اکانت ویزاردینگ وردتون رو به اون وصل کنید و بعد وقت تو بازی اومدید از طریق اینترنت اینو به بازی بگید. بعد از اینکه اینو گفتید به بازی، گروهی که انتخاب کردید به طور اتوماتیک تو این بازی انتخاب میشه. من اون تست رو دادم 1 سال قبل حدوداً و گروه هم ریون کلا شده، همونطور که میبینید. ها، مشخصا بازی قراره یک گذشته ای از هاگوارتس هم به ما بگه، از دنیای جادوگری هری پاتر به ما بگه. آیا شخصیت های دنیای هری پاتر تو اینجا هستن یا نه؟ اونایی که خیلی پیر بودن، بله، سنشون قد میداده به اونجا. مثلا دامبلدور امکانش هست باشه یا هستش، اینجوری بگیم، تو اون موقع به دنیا آمده بود، طفلی بود احتمالا اون موقع. خب باید بریم این بر. اما خاندان افراد آشنا رو میبینید، مثلا نامه‌ای که بر ما ارسال شده بود که دعوت کرده شخصیت اصلی و پروفسور ویزلی فرستاده بود، خاندان نسل بالا، یعنی جد ویزلی ها، خاندان ویزلی. بریم سعی تر جلو دیگه کم شیطنت کنم، بتونیم اینجا رو رد کنیم. یه سنگ عجیبیه که احتمالا یه جادویی داره. وقتی که نزدیکش میشیم میتونیم اون ورش رو ببینیم. این دقیقا همون چیزیه که بقیه پروفسورها و آدم ها نمیتونن ببینن، جادوی سیاه، یک جادوی باستانی. یه نکته که بازی هاگوارتس لگسی دارم اینه که یک سری از جادوهایی که تو دنیای هری پاتر، یعنی تو دوره هری پاتر ممنوع شده بودن، در زمان 150 سال قبلش هاگوارتس لگسی ممنوع نیستن، هنوز ممنوع نشدن. یک پورت دیگه، همش به مرلین قسم میخوره، جادوگر بزرگیه. من یه بار دیگه اسپانسر برنامه هم بگم. اسپانسر برنامه و تمام این لباسایی که برنامه اومده، این ماگه، این چوب دستیه، اینا رو همش فانتزی ها برنامه فرستاده. شما میتونید با مراجعه به سایتشون محصولاتشون رو ببینین و خریداری کنین. الان هم یه تخفیفی که شروع کرده، رو همه محصولاتش تخفیف هست، حتما بهش سر بزنین. اومدیم بانک. Just a moment. Where are we here? اینجا رو بزنم رد شه، بتونیم بیشتر جلو ببینیم. الان میاد اما کلید رو میخواد، اون کلید پورت کیه که به دست آوردیم. بعد خودش هم میگه حتما میخواید برید به والت شماره 12. White's port key. Oh, yes, of course. همون پورت کی است. This way then. بریم. Stay close. آقای جعفری، stay close. یه گوشمو گوشتم بیرون فوزیلی میکنم، اون پشتن چی میگه؟
میگه دستاتونو خیلی این منوان نبرین اگه میخواین از دستشون ندین. نمیخواه از دستشون بگم. بیا حسین بیا حسین بیا. آی هاگوارز لگسی حسین همونیه که در کنار محسن وزیری من همش باهاش میرم بازی میکنم. مثلا الان کمتر بازی میکنیم. میگن بیا پایین بیا پایین بیا ببیننت. سلام علیکم. بازی قشنگیه. بازیش واقعا خوشگله. شما دنیای هری پاتر رو میشناسید؟ بله. نظرتون در مورد دنیای هری پاتر چیه؟ خیلی جذابه. من اون بازی خیلی قدیمی که یه سری چی بود شبیه لوبیا بود و جمع میکردی کل بازی لوبیا؟ خواهش بودی لوبیا یه سری چیزه اربای قرمز رنگی بود ولی گرد نبود همه لوبیا بود و باید میرفت اینا همه جایی آگبار جمع میکرد. بعد کلاس گیاه شناسی بود؟ خیلی قدیمی بود. اون بازی رو من انقدر بازی کردم ولی خیلی دوست دارم. لوبیا. سرچ کن. Vote number 12. Vote 12. Momentous day. نگاه ها رو نگاه کنید. گابلینا کلن موجودات خیلی معصومی نیستن تو دنیای هری پاتر. من یه چیزی که جالبه شخصیت اصلی داستان همش یه چیزایی میبینه به هیچکی نمیگه. مثل فیلم کره‌ای ها همه چی رو میبینن ولی نمیگن. 50 قسمت نمیگن. این هم همینجوری برای این که من رو ضایع کنه گفت. این چی؟ میگه همون درخششی که اژدها رو پوشونده بود و دیدم. مثلا آدم که گابلین های خوبی هم هستن تو دنیای هری پاتر. الان مثلا ایشون هم آدم خوب ایشون هم گابلین خوبیه. آدم نیست گابلینه. بفرمایید آرزو شما هم میخواید بیاید. بعد برخورد میکنن با میخوام بکشن را چوب رو داده هستم. خب اگر صدای لباس میاد تو میکروفون پیشابیش ببخشید. این یکم از این به قول رضا جغجغیه. خب اینجوریه. باید کمتر بول بخورم تکون بخورم. اومدیم به والت شماره 12. خیلی عجیبه توش. خب من اینجا رو میزنم میره. شما بعدا خودتون چیز کنم. الان میخوام برم تو. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. همینجور بست در صورتشون. یه قانونشون و قانون بانک رو گفت و بست. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. لحجه بریتیش موج میزنه. ریویلیو پرهپس. اسپل ریویلیو. ریویلیو. همه چی رو معلوم میکنه اطرافمون. ریویلیو. خب اسپل ها رو به این شکل یاد میگیریم. زبده رو میزنید بعد با این سمت چپ استیک سمت چپ اسپل رو کامل کنید. بعد که یاد گرفتید دیگه میتونید برید اسپل رو با دکمه های ساده اجرا کنید. الان مثلا یه دونه باز دادن دیپد چپ. هیچی معلوم نشد ولی گفت یه چیزی معلوم شد اونجا. آها با اسپل ریویلیو معلوم میکنه. شروع خیلی کندی داره بازی. اینو مطمئنن حالا متوجه شد. احتمالا اگه کاتی دیدید بدونید به خاطر این کندی بوده. Rebellion, lead the way.
Lumos. Lumos. This is no ordinary. به منم یاد میده. I suspect we will need to earn our way. اوه میتونم داش کنم. اوه دکمه داش داره. Do you think this is some sort of test? ای وای من یه ساعت اینو بازی کردم. But to what end I can't say. Stay close. صبح بخیر ایرانی. چیه؟ دومی هری پاتره. خب؟ تالار اسرار. اون لوبیا که حسین میگفت تو تالار اسراره. مطمئنم لوبیا نیست. شک نکنین لوبیا نیست. چیه؟ نه رنگی رنگی بوده اینا رو میرفت سنگ بگیره. میتونه باشه سنگه شبیه لوبیاست آقا رضا اینا رو تو ویدیو بسار کاربر قضاوت کن لوبیای یا سنگی اینا رو میرفتی جمع میکردی قدیم شد نه چیتیه آره لوبیای زرد داریم لوبیای بنفش داریم بنفش هم تو قرمه سبزی میریزی سبزی بنفش هم اگه قرمزه بنفش جگریه دیگه توجیه و نهایی کن یعنی چرا قرمز زرشکی نیست خب لوموس What happened? Guys Are you all right? Are you all right? Yes, I'm fine You seem to have caused the floor to change That statue با بی استعدادترین استاد هاگوارتس اومدم آموزشی خب چجوری؟ ریبلو ریبلیو ریبلیو به نظر مبارزه خواهیم داشت میای وقتی که تکون میخوری عوض میشه اون تصویر به من لوموس رو داره یاد میده لوموس اگه در زمانش انجام ندید میخوام انجام ندم اون میرسه بهتون و شکست میخواید پس بعد دوباره انجام بدید بعد سر موقع بزنید بعد با این ورم کنترلش کنید لوموس با گفتن آردو لوموس الان میتونم اینو قرار بدم به نظر اوکی مبارزه داریم میخوام کلا بذارم بخیر جدی بگیره قضیه رو پوتیردو این سوم اسپلی که داریم یاد میگیریم اینجا بالاست بله اوه جدی مبارزه میکنه با ردا و جنگ رو جدی میگیره این بازیکن بیشتر حملاتی که میکنیم با آردوه زمانی که بالای دور سرمون یک نمادی میاد و با زدن مثلث از خودمون دفاع کنیم اگه دفاع نکنیم ضربه میخوریم پروفوزوفیک چیزایی بیشتری استفاده میکنه جدوی بیشتری از ما استفاده میکنه حتی اکیو اینها هم میشنوید که داریم میگه لیویوس بلند میکنه ارو زمین سپوزا %90 اوقات فیک دنبال اینه که من نزدیکش وایستم چرا؟ مورد تموم شد؟ خب لوموس میتونم بزنم اینجا لوموس This isn't good. Where am I supposed to go? Lemus. What's happening? The wisps of magic. کجا اون ور دنیا است؟ That's where they're leading. ها همون کاری که کردم و بعد با نور دوباره اول یه ریویلیو بزن ریویلیو بزنم بعد با نور اینو جاشو مشخص ها خب seems I have no
امیدوارم بازی پازل‌های خوبی داشته باشه. واقعا حیفه چون دنیای هری پاتر کلا دنیای پازل‌هاست. پیدا. انگار میگه پوتیتو. سیب زمینی. یکم خیلی میزنن دشمنا. حمله کن دیگه. اون چیزو داریم ها، تو تقریبا تو همه بازی ها هستش، یک هشداری بالا سر دشمن میاد که بدونی که بعد دفاع کنی یا یکی داره حمله میکنه بهت. تو اساسین اسپریت هست، تو گاد آف وار هست. مثلا تو گاد آف وار بچه تم هشدار میده، ولی اینجا صرفا همون چیزی که رو سرمون میاد. خیلی جالبه با اینکه از سال پنجم اومدیم جادوها رو بلده برای حمله کردن. الان مثلا وقتی دفاع میکنیم، دفاع اگه نگردانی هولد کنین که الان نکردم، استان میشن اونجوری میشینن زمین. محافظا حرف برای گفتن نداشتن. میستم پیروز رقابت میشه از تیم ریونکلا. او عاشق گروهش هست. با رنگ آبی. خب مبارزه به نظر همونه شده. دنیای جادویی هری پاتر رو همه جاش میبینید. خاطره مبارزه تموم شد. اینو بعد دارم اذیت نشم. نمیتونین دیالوگا رو بزنین جلو متاسفانه. یعنی سریع سریع آدم دیالوگا رو بزنه بعد کلن بزنین اسکیپ کنین کاتسینا رو. That is a pensive memories. بر دیدن خاطرات. اگه یادتون باشه دامبلدور از این استفاده کرد و تو همین شیشه مشابه اسنیپ و هری یه سری خاطرات داد. کلمه رویای always اونجا شنیده میشد. آبا پروفسوره ای او این چارلی روک بوده. احتمال داره جد ویکتور روک بود باشه، همونی که آنتیگونیست اصلی داستانه. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. اوکی. خاطره خودش رو اینجا در میاره و برای ما میذاره. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see? شروع بازی نشون میده که اصلا قرار داستان عمیقی رو
باش روبرو بشیم نمیدونم. من بازی تموم نکردم، نمیدونم حتی در ادامه چیا میشه. فقط اولش رو بازی کردم، یکم شخصیت ساختم و اینها. مریم و پرهپس جورج دید این پرسوت اف نالج دت هاز بین دورمنت فور سنچوریز. میگه جورج و میمیرم مردن که اینا برملا شد. آر دی کی تو اندرستندینگ وای وی ور اول رادر دیفرنت ان ایت دید ا مومنت. گابلین بانکر سامونز کامینگ. اگه مبارزه داریم کلاه همو بذارم. ران راک گابلین منفی داستان. مثلش میدازم. Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to vault 12. گفتم گابلین خوبم داریم. یه گابلین خوبه. داره صفه میگه که اون کلیه داشت. I was to grant access only to one with the key and you didn't. من فقط اجازه دارم کسی رو بذارم بیاد اینجا که کلیدو داره. به جرم خیانت. کشتش. Now where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. جادو رو بلند نمیگه. میشه جادو رو بلند نگفت. استفاده جادو تو اینجور محیطی ممنوع بوده. محافظش اومد. خب من اینجا رو میزنم ویدیو رد شه. خیلی حالا تلپورت میکنیم و میریم یک جای دیگه که بتونیم بیشتر بهتون نشون بدیم. نبردی نداشت. میگه گابلین با این حد از جادو نهیده بودم، اینقدر قوی نهیده بودم. حالا those who set up the pensieve, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. از اینجا میریم به سمت هاگوارتس. احتمالاً اگه اشتباه نگم. بله. با صدای دلنشین هری پاتر. این ماگه هم فانتزی رو داره. دستاز بالاخره لوگوی بازی رو دیدیم. یعنی آموزشیش تموم شد و یه پیش زمینه داستانی رو گفت و یه کم کم ما رو وارد داستان داره میکنه. الان وقت گروه بندیمه. با توجه به اینکه اکانت رو بس کردم قبلا گروه هم مشخصه، ولی هنوزم اجازه دارم که عوضش کنم. این اجازه رو به هم میده. وقتی که تست رو بدین حتی چوب دستیتون هم نوعش، اینکه توش چی استفاده شده، مثلا پر ققنوس فلانه، توش مشخص میشه. لباسمون عوض کرد. یه لباس دیفالتی هست برای افرادی که هنوز دروبندی نشدن. بینشون میگه بین خودمون بمونه اتفاقی که افتاده.
بریم دو سراغ گروه بندی. Phineas Nigellus Black. Phineas Nigellus Black. خاندان سیریس بلک معروفه. خانده هری پاتر. خیلی شخصیت محبوبی نیست. کلاً آدم جالبی نیستش. عوضیه به تمام معناس. Complications. اصلا گوش نمیده، حرف خودشو میزنه، شخصیت معلومه که قرار رو مخمون بره. توی کامنت ها بنویسین که چه گروهی انتخاب شدین. چقدر یورو شبیه منه. پروفسور ویزلی، we've one more to be sorted. چی شده؟ نه بابا، یکی از دانش آموزای گروه اسلترین الان شبیه شخصیت من بود. محمدمونه. علیه. کلاه گروه بندی. خب داره شروع میکنه. آره آره، یکم بزرگتر از بقیه. اون صداش. خب من I can't wait to start classes. این مکالمه های دیالوگ محور هست، دیالوگ ها هستش. یعنی با انتخاب کردنشون میتونین شخصیت یا تصمیماتی که میگین میتونین شخصیت بدی باشین یا شخصیت خوبی باشین. خب من خیلی بچه کلاس نبودم، همیشه گشت و گذار رو بیشتر دوست داشتم. باهوشی. میتونی پازل ها رو سریع حل کنی، سریع یاد بگیری. تعریفه که داره میکنه از میثم خلیل‌زاده. گفت ریونکلایم. حالا من میتونم قبول کنم که این گفت من ریونکلایم همون باشم، یا اینکه نه بگم که میخوام یه هاوس دیگه، یعنی یه گروه دیگه رو انتخاب کنم. ولی من قبول میکنم چون کجاستین؟ چون ریونکلایه. بله میخوام ریونکلا باشم. موضوعی که این جالب میشه همینجاست دقیقا. شما هر کدوم از این چهار تا گروه رو که انتخاب کنید، اول بازی و در طول بازی شخصیت های متفاوت تری یا امکان داره ببینید. مثلا الان که من ریونکلا هم، لباس هم ریونکلا شد، پروفسور ویزلیه ایشون، همونی که نامه رو هم فرستاد، خاندان ویزلی با موهای قرمز رنگ. شخصیت هایی از دنیا، از گروه ریونکلا را میبینم همون اول با علایق مخصوص خودشون. میگه که کویدیچ به خاطر اتفاقی که افتاده کاملا کنسل شده. گفت به همه اعتراض کردن ساکت باشین. توی این بازی ما مسابقه کویدیش نداریم فعلا، مگر اینکه بعدا DLC اضافه کنن. بریم پروفسور ویزلی. دقیقا مثل خاندان ویزلی مهربونه، مهربون و دوست داشتنی. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room.
با توجه به اینکه ریون کلا شدیم، ورودی هر گروهی، خونه هر گروهی، یعنی اتاق هر گروهی ویژگی خاص خودش داره. برای ورود به ریون کلا باید پازل حل کنن اعضای گروه. بزنیم پازل میده بهمون یا نه. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. خب. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being. هیچ کدوم. Never have been. آه، پازل خودش حل کرد. به من پازل نداد. چرا خودت حل میکنی؟ شاید من نه مناسب نباشم. یعنی چی؟ خودش حل کرد. امیدوارم بعداً داشته باشه پازل. خب میخواییم بریم بخوابیم؟ یا میتونیم بگردیم؟ میخواییم بخوابیم. خوابیدیم یعنی. صبح هاگوارتس هم خوشگله. عشق منه. خب بالاخره وارد هاگوارتس شدیم بالاخره. ببین آینه نداره. چرا آینه نداره؟ یه لحظه من ریفلکشن یه چیز عوض کنم. نرخ فریم عوض کنم. ببینم آینهش میاد. یا میگه بازی با ری تریسینگ. ها میگه ریبوت کن. نه ولش کن بزنیم برگردیم. نه ضبط همون خراب میشه. ولی نمیدونم چه خیلی عجیبه آینه نداره تو قرن 21 یه بازی ویدیویی بیاد بیرون که آینهش رفلکت نداشته باشه. جوکه به تمام معناست. داریم میریم توی گروه، یعنی سالن اصلی گروه. ها نمیذارم. این همون چیزی که گفتم. الان ما ریون کلایا رو داریم میبینیم. سیب بخواییم. سیب تو دستش ظاهر میشه یا. سمانتا. با اینا رد میکنم. واقعا چه سکان دست. از همون سوال میپرسه. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little Dittany is amazing. I've a bit. آه این شب اینا رو میتونم رد کنم. دارن هم دیگه معرفی میکنن، در مورد علاقهشون میگن. He's an enigma. He's good at knowledge. I wouldn't. فیگ دیگه دو. Oh, I wouldn't read. He did teach me a few things. نمیدونستم که فیگ اینجوریه. That's all I can tell you. Well, I. ازشون میتونید سوال کنید یا بیاید بیرون. مثلا الان داریم میخوام بپرسم که مگه هافلپافیا بیشتر از گلوگیا خوشتشون نمیاد؟ تو چرا گلوگیا داری؟ ریون کلایا به چیزای عجیب غریب علاقه دارن، نه گلوگیا. Ordinarily perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. به خانواده‌اش مربوط میشه و به خاطر همینه. ولی به صورت دیفالت یعنی اصولاً هافلپافیا بیشتر به گلوگیا علاقه دارن تا ریون کلایا. بریم اونجا هم میتونیم بریم. آه روح ها هم هستن. روح میبینه. میگن نیک سرباریدم تو بازی هست. تو تریلرات که قبلش پخش کرده بودن نیک سرباریدم بود. خب بریم با اینا حرف بزنیم. شاید یه سادیست، یه شخص سادیستیک هستیم توی گروه ریون کلا که بعد اسلیترین میشد ولی اشتباهی اینجا حضور پیدا کرده. That wasn't quite the reaction. Right. What did you hope would? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a اینا رو بزنیم بره. بریم میتونیم بریم وارد یک کلاس شیم. Harrowing indeed.
خب اینا رد کردم. بریم با این آقا که اینجاست ماموریت رو انجام بدیم. میتونم برم بیرون از اتاق بدون اینکه اینا بگم؟ نه. میتونم؟ لحظه اینو تست کنم. ها نمیذارم. خب بذاریم برگرم. کره زمین هم میشه چرخون. توی آنچارتت هم یادتون باشه اصلا توگرافی داشت. کره زمین ها رو بچرخونیم. That's just brilliant, Amit. Brilliant. Amit, Thakar. Why, hello. Would you like to take a look? شبیه هندی حرف میزنه. Would you like? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm up. خیلی حرف زدن داره. معلومه قشنگ بازی قرار حرف زدن زیاد داشته باشه. ولی تا الان من دوست داشتم این بازی ها. بعد کامل بازی کرد. توی کامنت ها نوشته بودید که بعضی از بچه ها نوشته بودن که توی نیم نگاه یه چیزی میگین، توی اول نگاه یه چیزی میگین، توی نقد یه چیز دیگه میگین. برادر من، خواهر من، اصلا این دوتا ربطی هم ندارن. توی نیم نگاه اون چیزی که اون لحظه به فکر ما میرسه میگیم، توی نقد بازی کامل بازی میکنیم و بعد در موردش صحبت میکنیم. اصلا این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. و اگه میخواین شما جدی بگیرید حرفو، برید بررسی از اونجا بخونید که دقیقاً بدونید بازی در چه شرایطی است. نظر اصلی اونه. توی نیم نگاه نظر که اون لحظه داریم و میگیم. مثلا من الان این بازی رو تمام نکردم، تا اینجا خوشم اومده، ولی امکان داره بعد از اینکه 15 ساعت 20 ساعت بازی کردم، بازی تکراری خسته کننده است. این هم در نظر داشته باشین. میگه که به ستاره ها اینا علاقه داریم. من آره به ستاره ها علاقه دارم. این انتخاب ها تأثیر گذاره. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 50 years. تا الان اودن. Plus a quality telescope. 20 دقیقه دیگه. 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. I suppose I'll see you in class. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment. قرار بریم تو یکی از کلاس ها. میگه اونجا کلاس میبینمت. بریم این بر. میگه پروفسور ویزلی منتظر ماه بیرون. به خاطر اینکه دیر اومدیم تو به مدرسه، قراره که یک کتابی به نام ورد چی؟ آره ورد یا ویزارد فیلد گاید داشته باشیم. فکر کنم اینو الان میخواد بهمون بده. آره میگه به خاطر شرایط خاصی که داشتی از سال پنجم وارد شدی، این امتحانا رو نداده، ازشون رد شده همشون. We've devised something extraordinary to ensure your success. خب اینا این همین کتاب است. Wizard Field Guide. بخشای مختلفی داره. بعد کالکتیبل ها چالنج های مختلف رو میتونین انجام بدین. توش. What is it? It is a wizard's field guide. آره ویزارد فیلد گاید. حالا ما ویزاردز فیلد گاید میگیم بهش. خب بذار این رد کنم کتابتون نشون بدم. میذاره. آره بذار این کتاب میتونم بهتون نشون بدم یا نه هنوز نمیتونم نشون بدم متاسفانه. و بریم جلوتر. یه آرامشی در ابتدای بازی از واکینگ سیمیلیتر شبیه ساز راه رفتن. میتونم جلو استفاده کنم. لوموس ریولیو استاد میشیم دیگه تمام اسپلا رو. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. خوشم میخوره. چیزای ترسا کلا زیاد میبینیم. مجسمه هایی که نگاهتون میکنن میچرخن این ور. خب
ببین با پیدا کردن و انجام چلنجا شما اسکیل پوینت، اکسپریانس پوینت دریافت میکنید. فقط با آنلاک کردن اینا ظاهرن میتونید اسکیل پوینت بگیرید و ایکس پیتون رو بالا ببرید. آره میگه تنها راهه گرفتن اکسپریانس پوینت و همون یا همون ایکس پیه. الان میتونم بهتون نشون بدم. یه بخش چلنجا داره، چلنجا حالت های مختلف دارن که خیلی زیادن، دنیای بازی بزرگه، قراره که کلی درگیر اینا بشین تا بتونین پیشرفت کنین تو بازی. بخش های دیگه مثل اینونتوری داره، کالکتیبل ها داره، چلنج ها داره، مپ داره، نقشه داره، نقشش هم خیلی خوشگله، 3D. بعد حالا چیز هم بهتون یاد میدیم، اگه بزنم جلوتر تلپورت هم تو بازی میتونید کنید، فست ترول ببخشید. همه این تابلوها تکون میخوره. اینجوری میتونید جادوهاتون هم عوض کنید، با دیپد راست هر جادویی که آزاد میکنید و ظاهرن معلومه ظاهرشون، اینا رو میتونید بیاید بچینید اونجا، جادوی مورد علاقتون رو دم دستتون قرار بدید با توجه به شرایط. میگه کلاس داره شروع میشه و بهم کلاس. اون قضیه پازل ها که گفتم، مثلا این خودش الان میبینید این الان یه پازله، این پازل ها رو میتونید حل کنید با چرخوندن اینا و این. آه نمیذارم، متاسفانه خیلی محدود کردن اینجا شو. با حل کردن اونا با توجه به این چیزی که هست میتونید مثلا این در رو باز کنید، پشتش صندوقه. نه صندوقه رو میتونید ببینید اون پشت. اول بازیه بالاخره، بعدا میتونید بیایید تو هاگوارس پازل ها رو حل کنید و آیتم ها رو بردارید. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. با استفاده از فلو فلیمز که یک ریشه در داستان خود هری پاتر داره، میتونید فست ترول کنید به جای مختلف. من درآوردی هم نیست، یه چیزی که هستش تو داستان. میتونید نقاط مختلف انتخاب کنید و فست ترول کنید. الان فست ترول میکنیم به اونجایی که کلاسمون هست. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. خب میخوایم بریم به سنترال هال. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. میگه به هر طرف قلعه میتونید از این منطقه به راحتی دسترسی پیدا کنید. خب این یه چیزی کلاسی هم ببینیم و بعد خدافظی کنیم. ازش خیلی سوال نمیپرسم، بعدا خودتون موقع بازی چیز کنید که بریم جلو. اینا رو اسکیپ کنیم. پروفسور فیچ. مشخصه که ویزلی با فیک طبعا هم نظرن تو بعضی مسائل. Rather unfortunately it would seem that it chose us. Very well. Enough chit chat. I need to get to club. Might I rely on? Of course. Thank you. خب. Good luck today. And بریم کلاس. میخوام هم کلاس. Find me in my classroom after you've attended both classes. میگه بعد اینکه دوتا کلاس رفتی بیا به اتاق من. خب اتاق کجاست؟ میتونم این برا برم؟ نه متاسفانه هیچ جا نمیذاره برم. اول بازی خب بذار برم کارو میکنم. چیه بیا نمیذاره، بیرونم نمیذاره، فقط برم همونجا با فیک. It's good to see you, professor. And you. I was hoping our paths would... Did I hear you?
Did I hear? I did my best, but okay. I'm fairly certain she suspects that we're not being in touch. Yes, well, we don't know where this path. حالا چیزی در مورد گذشته شخص اصلی نمی‌دونیم. Good. Now, happily, you have. Speaking of, why don't I show you the clip? اینا رد کنم. بهم نشون بده. یک کوستایی که فعالیت رو شما میتونید برید توی مپتون ببینید. با علامت خاص نمایش داده میشن. این در کنار حالا گزینه‌های دیگه هم که هست. من میخوام الان انتخابش کنم. میخوام اول کلاس چارم. The map is enchanted to help you find your way. This will be now sounds like you've quite a day ahead. What with classes. خب بریم. کجاست؟ طبقه بالاست. چجوری میتونم برم؟ طبقه بالا. در مجموع بازی خوشگلی درست کردن. حقیقی چی داره غور میزنه؟ این چیه؟ شده چیه؟ نمیدونم چیه. از اینجا نمیتونم برم بالا. نه از یه مسیر دیگه باید برم ظاهرن. یک لحظه مسیر رو پیدا کنم با ریویلا. فکرم ریویلیا به هم مسیر رو نشون نمیده. اینجا مثلا میتونم برم. ای تونستم. مشکل بازی این که خودمون بتونیم تو هاگوارتس اینجوری بریم. بعد از اون بازی هایی که خیلی عجیب غریب هم واقعا بازی خوبی نیستن. بازی که تا الان برای دنیای هری پاتر عرضه شدن. یه ویدیو هم رفتیم اگه دوست داشتین تماشاش کنید. لینکش رو قرار میدم این بالا. اپت میتونم کنم؟ صدای خورخورش از اینجا میاد گربه. ریویلیو ریویل. اه یه صندوق اینجا هست. لباس میده به همون. آیتم های مختلفی هست. اینجا تو توالت چیز گذاشته دیگه معجون سازی. تو هری پاتر هم وقتی میخوام برن معجون بسازن مخفیانه تو توالت میسازن. همه این شخصیت رو تکون میخوانن دیگه. یه بار بیرون تابلو اینجی میکنن. مسیر رو پیدا نمی کنم به طبقه بالا. ای کاش. آها ایناش. میخوام برم کلاس سری. یه کلاس هم ببینیم. از اینجا ریویلیو. همش چیزه چی بهش میگن؟ ها اینجا بود. پازله. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. هر کدوم لهجه گویش خاص خودشونو دارن توی بازی شخصیت ها. تنوع زیاده. Shall we begin? Welcome to year 5 of Chant. Now, شبه معلم ریاضی هست یارو. متوعد میشم معلم ریاضی ها یکم. That we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference
between the incantations of the color change and growth charms. سوالای علمی میپرسه، میگه کسی میدونه تفاوت اینا رو؟ میره تقلب کنیم. I am afraid it is too late to study now. اکیو رو زد و گرفتش. By the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. معلم عجیبیه. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? میگه حتی میدونین جادوی سامنین بلدین اصلا هیچکی بلد اکیوه میگه لازمه که همه شو یه ریویو کامل داشته باشه اکیو خب اکیو رو داریم یاد میگیریم اسپل احضار کردن فراخوان دادن از سال پنجم وارد مدرسه شده ولی بلده خب بیاییم رد کنیم اینجا رو پنج دقیقه مونده آقا رضا. I've always found that fun goes hand in hand with mastery. بچه‌ها رو آورده بیرون از کلاس معلمه، استاد، پروفسور، هر چی که اسمشو بذارید تا بهشون آموزش بده و یادآوری کنه. چون همشون بعد تعطیلات فراموش کردن. هیچ کی درسشو نخونده. داره چیکار می‌کنه؟ So why don't we have our new students start us off? خب میگه خب تو که تازه اومدی شروع کن. میخوایم چی بزنیم؟ Very simply cast Akio on one of the spheres and release. میخوام از اکیو استفاده کنیم. At the last possible moment. بعد میگه بزنین وقتی داره میاد سمتتون ولش کنین تا برسه به اون نقطه‌ای که میخواین. The trick is to accelerate as far as possible. Very good. تا اینکه بیاد رو 50 وایسه. Yes. بیایم برتر. Accio. That's it. میفته پایین؟ نه. بین راه ول میکنه. تعریفی که داره میکنه ها ازم. خب تموم شد؟ اوکی. بعدش چی؟ Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give up? بدون رقابت معنی نداره ورزش. یکی از رفقامون الان میخواد بیاد، احتمالاً ناتسای که باش. دیدیم از گروه گریفیندور. Yes sir. قوانین رول هم که نشون میده. قوانین رول مسابقه خب او سخت گرفته بازی یکم تعریف هم میکنه خوش ای آی از خوش تعریف میکنه اکیو شایده کلکل جدی هستیم بین بازیکن‌ها بنده میخوام ایشون رو اذیت کنم تو بشو ببین چه دوربینیه تو رو خدا اکیو وای زود زدم نه خودم اذیت شدم اون NPC همه رو میکشه تونستم اذیتش کنم یس خب ببرم دیگه
بله این بازیکن از تیم ریون کلا برنده رقابت با گریفیندور میشه. Let us make this a bit more interesting, shall we? Shall we? میگه یکم سخت‌ترش کنیم. I think we are well past interesting. یکم زیادی سختش کرد. فکر کنم. کی شروع میکنه؟ Focus now, you will need it. This round settles it. همش مطلقای خنده‌دار و اینها هست تو بازی. خب با نامردیه با نه این وای گن زدم خراب کردم بزنم میتونم اونم خراب کرد ولی من بازم بهتر بود بعد بیشتر میگرفتم میکشیدمش زود ول میکنم متاسفانه خراب کردم آخرش تو این علامت بخور به توپ من دیگه اونم خراب کرد گن زد توپ من داره میاد توپ من داره میفته بیرون توپ من افتاد بیرون از من 30 امتیاز کم کرد نه چی من میتونم اینو بندازم بیرون توپ اونا نشد دیگه باختم از ناتسای باختم اوکی فکر میکنم همینقدر کافی باشه ما حدود یک ساعت و 20 دقیقه اول بازی رو نشون دادیم حالا با کاتای مختلف زمان شما زمانتون کمتر باشه اون چیزی که دارید میبینید آن شروع کرد دیگه هفته ها طول کشید که یاد بگیرم دارد بهم دلداری میده خب اینجوری به سر خوبی باشم خوب صحبت کنم اوکی خب به نظرم همینقدر کافیه آره استوب کنیم همینقدر کافیه خب به نظر بازی باحالی میاد اولش یکم کند شروع شد ولی امیدوارم که در ادامه با ماموریت‌های جدیدی که میاد جذاب‌تر بشه من خودم دوست داشتم اگر اونجا هری پاتر رو دوست داشته باشین هر کدوم از این اسپلا خوشتون میاد با من یه پاتر هد منم خیلی دوستش داشتم شما هم نظرتون رو بگین اگه بازیش کردین تا هر جا رسیدین نظرتون رو تا اونجا بگین و اگه بازی نکردین بگین که دوست دارین بازیش کنین یا نه یا اصلا اگه کتاب نخوندین ولی میخواین بازیش کنین هم اینو بگین تو کامنت ها اسپانسر برنامه‌مون یه بار دیگه بر بار سوم فانتازیا بود این ردا این وسایل حالا هری پاتری و در کنار یک عالمه وسایل دیگه از فیلم و سریال و بازی و اینها هم دارن شما برید به سایتشون سر بزنید همین الان تخفیف گذاشتن تخفیفشون هم جذابه سفارش هم خوب میرسونن ولی خب باید باهاشون هماهنگ بشید ممنون که ویدیو ما رو تماشا کردید اگر تو یوتیوب ما رو دنبال میکنید لطفا کانالمون رو سابسکرایب کنید لایک کنید ویدیو اگه خوشتون اومد کامنت بذارید با دوستاتون هم به اشتراک بذارید با طرفدارای هری پاتر اگه تو آپارات ما رو نگاه میکنین کانال ما هم دنبال کنید اونجا دمتون گرم نظرتون هم اونجا بگید تو سایت هم بگید همه جا بگید تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار